امشب من پژوهشگر و متخصص در حوزه مطالعات امنیتی است با تمرکز بر مسائل خاورمیانه میانه در بخش نخست به آخرین رویدادهای منطقه با او خواهم پرداخت و در دو بخش انتهایی درباره موضوعی فرای این اخبار روز صحبت خواهیم کرد ایدولوژی جمهوری اسلامی و وضعیتی که امروز شاهدش هستیم کتابی نوشته جدیدان با عنوان وحشت بزرگ اشاره به اصطلاحی که محمد رضا شاه پهلوی در روزهای منتهی به انقلاب اسلامی 57 و, و در تبعید از اون استفاده کرد اینکه او وعده تمدن بزرگ میداد و انقلابیون وعده وحشت بزرگ وحشتی که امروز من و تو اون رو بیش از همیشه درک میکنیم موضوع کتاب سیاست ترور و تفرقه در رژیم جمهوری اسلامی است که اون رو در ایران برقرار کرده و به منطقه و حتی جهان بستش داده آقای ارفان قانعی فرد خوش آمدید از واشنگتن دی سی برای اولین بار من در برنامه هفتگی در خدمتتون هستم آقای قانیفرد، اون چه در اسرائیل میگذره عملات متقابل حت... اسرائیل و حماس روابطش با تنش های پیشین چه هست عرض احترام خدمت شما و بینندگان عزیزتون در هر کجا که بیننده و شنونده برنامه هستند از نظر روابط بین در نظام چند قطبی جهان فعلی و در ایامی که دوباره روس ها به صحنه سیاست آسیای غربی برگشتن و امریکا تمایلی به در واقع درگیر بودن در مسائل خاورمیانه نداره و از طرف دیگه با قطبیت عربستان و سعودی بسیاری از کشورهای حوزه خلیج فارس در نظم و آهنگ جدیدی گام برمیدارند و از اون طرف هم قرارداد با اسرائیل بستند به خاطر وحشت از عملیات ایزایی و تروریستی نظام خلافت اسلامی ولایت فقیه در تهران بنابراین در همچنین فضایی اه اه میشه گفت که این واقعه رخ داده و تفاوت کامل داره با حوادث تروریستی که در دهه 80 و 90 در واقع شاهد اون بودیم و آنچه که در شرایط فعلی هست اینه که شبکه فراملیتی تروریست مورد حمایت نظام خلافت اسلامی ولایت فقیه در تهران در واقع یک هدف بیشتر نداره و اون هم پایداری بر تفکر خومینیسم هست که در تفکر خومینیسم یکی از اناسور تشکیل دهنده اون یهودی ستیزی و... تروریسم هست و ایجاد آشوب در منطقه و با حمایت از گروه های تروریستی مانند جهاد اسلامی، مانند حماس، مانند حزب الله سعی در ترویج یهودی ستیزی و نفرت افکنی علیه اسرائیل داره بی سبب و علت و هیچ ربط و علاقه و ارتباطی با مساله و منافع ملی ایران نداشته و نداره و از لحاظ ایدئولوژی و فکری هم میبینیم که خود خامنه ای در واقع مترجم کتاب سید قطب هست یعنی مربوط به اخوان المسلمین حماس مربوط به اخوان المسلمین و در واقع سازمان تروریستی اخوان المسلمین هم از نظر ایدئولوژی در این بین داره نقش بازی میکنه به خاطر نقش منفی که در رسانه ها داره و متاسفانه مافیای رسانه ای به اخوان المسلمین و, و جمهوری اسلامی از تهران تا لندن لندن تا واشنگتن این نفرت افکنی رو در واقع توسعه دادن بله البته در واقع این یک سبک معمول هست که در درگیری هایی که بین فلسطین و فلسطینیان و اسرائیل رخ میده همیشه بر حال تصاویری که از میاد تصاویر بسیار غم هست از اون نظر که خب بر حال همطور که گزارش ها هم نشون میده این گروه ها بخش بزرگی از انبار مهمات تسلیحاتشون رو در مناطق غیر نظامی مستقر میکنن آقای قانی فرد یک مسئله مهم حجم این تسلیحات و امکانات و لوجستیکی به قول معروف هست که در دست این گروه هاست مشخصا راجع به حماس داریم صحبت میکنیم چقدر اینا تو این چند سال اخیر تقویت شدن به نظر میره به نظر میرسه که توانایی نظامیشون افزایش بده کرده اگر از نظر تاریخی ملاحظه بفرمایید بعد از بلوای زمستان بی بهار 1357 و به قدرت رسیدن اختاپوس مذهبی در تهران در واقع در بیروت در اوایل 1980 در, ایامی که همزمان هست با جنگ ایران و عراق ایران پایگاهی رو در لبنان ساخته و پرداخته کرد و فقط یک دستگاه اطلاعاتی امنیتی از این کنش و واکنش ها آگاه بود و اون هم موساد اسرائیل و متاسفانه CIA در امریکا و MI6 در انگلستان شنوایی و بینایی کافی برای این دمل چرکی در خاورمیانه نداشته از نظر تاریخی موقعی که در 1983 سفارت امریکا در بیروت منفجر شد با همکاری سپاه پاسداران و حزب الله اون موقع تازه نهادهای اطلاعاتی امنیتی در جهان متوجه شدند که چه پدیده در حال شکلگیری است و همینجور شما در نظر بگیرید بی بیاین تا دهی نود و تا الان این شبکه فراملیتی تروریست در شرایط فعلی منابع مالی از یک طرف منابع اطلاعاتی امنیتی از طرف دیگه و منابع لوجستیکی از طرف دیگه برای آقای مثلا برای رو قد بکنم سوال من مشخصاً خب تمام این 43 سال گذاشتم تو که خودتون هم اشاره کردید اینها از لحظه که مستقر شدن آقای عرفات به تهران سفر کرد تا بعدش به هر حال گروه های مختلف رو اینها ساپورت کردن به قول معروف توی این حملات اخیر به نسبت در واقع درگیری های پیشینی که این اسرائیل و گروه های مختلف فلسطینی وجود داشت به نظر میرسه که از نظر لوجستیکی اینها به شدت تقویت شدن تفاوتش این دور با دورهای پیشین رو مقصودن بود که ازتون سوال کردم بله من هم داشتم اینو میگفتم که از نظر تاریخی این کشورهایی مانند کره شمالی پاکستان ایران سوریه و این کشورهایی که در این حوزه حامی به اصطلاح حماس هستن چون حماس یک نهاد سنی مذهب هست و حزب الله نهاد شیعه مذهب و حتی قطر و ترکیه اینا حامیان اصلی حماس هستند و تفاوتش از زمانی که سپاه قدس سازمان تروریستی سپاه قدس از 1990 فعالیت خودش رو برای ساختن و توسعه هلال شیعی و در واقع کریدور خاکی ایران از افغانستان به دریای مدیترانه در واقع ترویج داد این حزبها ها و این سازمان ها تجهیز شدن به مسائل نظامی و در ایامی که اماد مغنیه حذف شد و بعد قاسم سلیمانی حذف شد در ایام اسماعیل قانی در شرایط فعلی این توسعه بیشتر شده ایران در واقع حمایت بیشتری رو از این گروه های تروریستی داره و حتی اگر شما گزارش های 48 ساعت اخیر هم نگاه بکنید متوجه میشید که بسیاری از این موشک ها با آرم و مارک ساخت در واقع وزارت دفاع ایران و سپاه پاسداران ایران شلیک میشه به سوی اسرائیل پس برای اونها تصور میکردند که با گذاشتن موشک در اختیار گروه های تروریستی یک نوع حالت تدافعی ایجاد می برای نظام جمهوری اسلامی و این الان در واقع مشهود هست که این افراد از تسلیحات جمهوری اسلامی استفاده می‌کنند علیه اسرائیل حالا البته با این نشانه هایی که شما گفتید روی این موشک هست به اعتماد زیاد یک پیام واضحی هم میخوام بفرستن که یعنی خیلی علنی بگن که ما در این درگیری ها طرف حماس هستیم و بهشون کمک میکنیم آقای قانیفت من مقاله میخوندم اشاره داشت به اینکه الان که حماس اینقدر تسلیحات داره که بعد ازیاش از در واقع این سیستم گنبد آهنین، تلاوی و اینها رد شدن حزب الله خب طبیعتا طبق گزارش بسیار از نظر لجستیکی قوی تر هست از حماس تهدید این گروه ها جهاد اسلامی حماس و حزب الله لبنان در سوریه و خود لبنان این برتر چقدر جدی هست علیه موجودیت اسرائیل که در واقع هدفشونه و علنا میخوان که بین ببرنش شبکی فراملیتی تروریسم از روزی که جمهوری اسلامی رو به قدرت رسانید شما اگه دقت بفرمایید یک ذره از نظر تاریخی برگردیم به ایامی که شاه فقید ایران اسرائیل رو به صورت دفاکتو به رسمیت شناخت از اون زمان تا آمدن خمینی حدود 18 سال میگذره در طی 18 سال بسیاری از کشورهای عربی حامی مالی و حامی لوجستیکی گروه های تروریست اسلامی و مارکسیست لنینیست وابسته به خمینی بودند. تا اینکه خمینی به قدرت رسید پس بنابراین نظام خلافت اسلامی ولایت فقیه با همکاری شبکه فراملیتی تروریسم به قدرت رسید و بعد این شد منبع مالی همون شبکه در خاورمیانه. و الان ملاحظه می چه حماس چه شبکه جهاد اسلامی چه حزب و دیگر گروه های تروریستی دیگه ای که در واقع در این شبکه می گنجن، تحت امر سپاه قدس هستند و این افراد نمیتونن موجودیت اسرائیل رو به طور کامل مورد تهدید قرار بدن چون نظم منطقه چون این اجازه ای رو به اونها نخواهد داد و بسیاری از کشورهای عربی هم در شرایط فعلی متوجه این مسئله هستند که حمایت از گروه تروریستی به ضرر اونها تموم بشه چون هر کدومشون یک سری منافع و یک سری روابط خاصی رو با ایالات متحده امریکا دارن پس بنابراین من تصورم بر آن هست که ایران هم تمایلی بر این نداره که خیلی تنش رو بالا ببره چون میدونه که در زمان بایدن و دموکرات ها در قدرت اتفاق علیه جمهوری اسلامی نمیفته فعلا به این صورت سیاست قلدرما آبی در منطقه میخوان ادامه بدن تا یه حدی و بیشتر به اون تبلیغات نیاز دارن و بنابراین چون از نظر توان نظامی و از نظر توان امنیتی ایران توان مقابله و رویارویی مستقیم با اسرائیل رو نخواهد داشت و تا اندازه ای که از نظر تبلیغاتی ارضا بشن این مسئله رو ادامه خواهند داد. سوال بعدی من از شما همین بود. پس شما یه درگیری یا تنش مستقیم نظامی بین ایران و اسرائیل رو فعلا محتمل نمی‌دونید. به احتمال خیلی زیاد خیر به خاطر اینی که ایران توان نظامی و ایران توان امنیتی رویایویی با موساد و ارتش اسرائیل رو نداشته و نداره از یک طرف از طرف دیگه هم ایران دچار بحران داخلی است و از نظر, امنی... از نظر بین المللی هم ایران در انزوای بین المللی است و ایران در جهان اسلامی که خودش برای خودش متصور هست بازی میکنه در جنگ سرد بین عربستان و ایران پس بنابراین در جنگ بین شیعه و سنی که ایران سردمدار اون هست بازنده اصلی ایران خواهد بود و ایران صرفا مصالح و منافع و اموال مردم ایران رو در این جنگ بی سبب و علت با گروه های تروریستی برباد داد بدونی که کمترین نفعی به منافع و مصالح ملی ایران داشته باشه مرسی آقای قانی که خودتون هم اشاره کردید مذاکرات برجام در جریان هست دولت فعلی در امریکا شاید خیلی تمایلی به سرشاخ شدن مستقیم با جمهوری اسلامی نداشته باشه اگه به نتیجه برسه این مذاکرات خب طبیعتا یک سری از تحریم لغو خواهند شد و امکانات مالی بیشتری در اختیار رژیم قرار میگیره فکر میکنید اسرائیل ساکت بنشینه جمهوری اسلامی در اوج مشکلات اقتصادیش تا این حد این گروه های تروریستی منطقه رو تقویت کرده اینکه دوباره بعد از چهار پنج سال پترو دلارها بهش برسه در فضای خاورمیانه فعلی چهار کشور مدعی قدرت منطقه‌ای هستند ایران، ترکیه، اسرائیل، عربستان از نظر رئالیستی یا واقعگرایانه در روابط بین الملل هم به قضیه نگاه بکنیم طبعا عربستان و اسرائیل تمایلی به نزدیکی ایران به امریکا ندارند نکته سوم دیپلوماسی نظام ولایت فقیه در واقع بر اساس دشمنی با اسرائیل و امریکا تعریف شده به ظاهر و در باطن دوست دارن این رابطه پشت پرده رو نگهداره نکته دیگه اینه که در واقع ایران در شرایط فعلی جایگاه و پایگاه و قدرتی نداره که بیاد ارزندان بکنه دست از شما رسانه رو ول بکنید در پشت پرده شما اگه نگاه بکنید شبکه مخوف رسانه‌ای و لابی وابسته به جمهوری اسلامی شب و روز و لیل و نهار در طی ترویج و جا انداختن این مسئله هستن که گفتگو با ایران در واقع حائز اهمیت هست ولی ایران کارت بازی در دست نداره که در گفتگوها موفق باشه جز تروریسم و با تروریسم و کارت تروریسم هم... هم نمیتونه موفق بشه همین سوال من حساب آقای قانی فرد فکر میکنید که آیا با توجه به این رویدادهای چند روز اخیر که در نوار غزه و اسرائیل شاهدش هستیم فکر میکنید غرب سختگیرتر خواهد شد نسبت به تهران در مذاکراتی که در جریان هست آقای بایدن پریشب گفتش که اسرائیل حق داره که از خودش دفاع بکنه اینجا یک نکته مهم هست و اونی که متاسفانه روابط اقتصادی و مالی اروپا با ایران مدارهای حیاتی جمهوری اسلامی رو نگرد داشتی و پناه بردن به حقوق بشر و امثالهم هم هم بهانه بیش نیست برای رسانه ها ولی در عالم واقع چون این مسئله ای نیست شبکی فراملیتی تروریسم وابسته به جمهوری اسلامی در سراسر سر اروپا و امریکای لاتین حضور اقتصادی دارند یعنی در واقع صدها شرکت وابسته به حزب الله صدها شرکت وابسته به جمهوری اسلامی به حماس اینها به صورت تا سلولهای تروریستی مخفی و غیر اکتیو غیر فعال در خاک اروپا و در خاک امریکای لاتین و حتی در داخل خاک ایالات متحده امریکا حضور دارند و اینها حراسشون از این هست که مبادا جرقه باعث تحریک این نهادها بشه و در واقع از نظر امنیتی به ضررشون باشه پس بنابراین شما همین الان دقت بفرمایید در چند کشور اروپا مردم اومدن تظاهرات میکنن برای حمایت از تروریست های حماس یا در واقع مردم دارن تظاهرات میکنن برای یهودی سیتیزی و اسرائیل سیتیزی و بستن چشم بر واقعیتی که مشهود و عیان در برابر افکار عمومی جهانیان هست این مسئله است که از نظر امنیتی اروپا روی اون حساس است. عرب کجای ماجرا خواهند ایستاد آقای قانی ای فرد الان خب سر این تقابلی که اسرائیل با حماس داره در نوار غزه کشورهای عربی حداقل در ظاهر به نظر میرسه که یه مقدار روابطشون دوباره خاکستری شده با اسرائیل کشورهای عربی منظورم اعراب هاشی خلیج فارس هست فکر میکنید که این در واقع به موضوع ایران هم رب پیدا بکنه یا همچنان در ارتباط با تهدید ایران اونها اون نزدیکیشون رو حفظ خواهند کرد از نظر تاریخی اعراب قبل از بلوای 1979 یا به عبارت زمستان بی بهار 57 متاسفانه در واقع اونچنان که باید و شاید حامی شاه فقید ایران نبودند و وقتی که کمک کردند به قدرت رسیدن خمینی در قدرت در آن زمان در جنگ ایران و عراق بود که تازه متوجه شدن قافیه رو باختن و خمینی در صدد صدور انقلاب اسلامی حالا در پرانتز صدور انقلاب خمینیسم به کشورهای دیگه منطقه آشوب افغانی در تفرق افغانی فرقگرایی تروریسم و غیره و در واقع جنگ سرد بین عربستان و ایران هم از اون ایام آغاز شد و متاسفانه قربانی تفکر خومینیسم نه تنها ایران بلکه بسیاری از کشورهای منطقه مانند بحرین، عراق، سوریه، افغانستان و غیره حتی تا شمال افریقا هم ادامه پیدا کرد. وقتی با یه همچنین دمل چرکی روبرو شدند، اراب به این نتیجه رسیدند که از حراس رشد جمهوری اسلامی بهتر آن است که در واقع بیان با اسرائیل روابط متمدنانه را رو آغاز بکنند با تحریک امریکا البته که یک قطب قوی باشند در برابر ایران که هرچه بیشتر ایران رو به انزوا بکشونند در سال 2018 وقتی که آقای مایک پومپئو هنوز رئیس سی بود در واقع در اونجا بود که مدار عربستان و بعد بحرین و غیره تشکیل شد و از نظر اطلاعاتی امنیتی میشه گفت که همگی با امریکا روابط روزانه دارن به خاطر اینه که فعالیت های جمهوری اسلامی و فعالیت های تخریبی سازمان های تروریستی مانند سپاه پاسداران و سپاه قدس رو کنترل بکنن و نظارتی داشته باشن بر فعالیت شبکه های فراملیتی تروریسم وابسته به جمهوری اسلامی و از اون ایام تا پایان دوران آقای ترامپ میشه گفت که جمهوری اسلامی فاقد کارایی لازم بود در منطقه و بعد از مرگ قاسم سلیمانی و کنار رفتن ترامپ و آمدن بایدن اینها در واقع یک نوع تنفس جدید و تنفس مصنوعی جدید رو برای خودشون متصور بودند و این باعث تحریک روزافزون در واقع میشه گفت کارهای عقب مانده جمهوری اسلامی بود که جلو ببرند و متاسفانه در این ایام ما شاهد رشد تنش در منطقه هستیم و خواهیم بود حالا خیلی از کارشناسان معتقدند که شاید به نتیجه رسیدن این مذاکرات اتمی ضررش برای ایران و منطقه بیشتر باشه تا به نتیجه نرسیدنش آقای قانی فرد خیلی کوتاه با شما خواهم بود در بخش بعدی که راجع به کتابی که نوشتید و مسائلی که درش مطرح کردید صحبت بکنیم جای نرید کوتاه هم شما خواهم بود بیننده بخش دوم این قسمت از برنامه هفتگی هستید با موضوع وحشت بزرگ سیاست ترور و تفرقه جمهوری اسلامی در ایران و منطقه عرفان قانی فرد از واشنگتن همراه من هست کارشناس مطالعات امنیتی آقای قانی فرد شما در کتابی که نوشتید در ابتدای برنامه توضیح دادم معتقدید که تروریسم جزئی تفکیک ناپذیر از ساختار جمهوری اسلامی هست چرا عرض کنم خدمتتون که بعد از خروج رضاشاه بزرگ از ایران در سال 1320 چون در ایامی که دولت قاجار از بین رفت در دوران رضاشاه شبکی آخوندی اجازه فعالیت نداشت و وقتی که رضاشاه از کشور خارج شد روحانیت تحقیر شده و در واقع منظوی به شبکی تروریسم رو آورد و اون رو تشکیل داد شروعش هم نواب صفوی و اینها بود دیگه درست ارز کنم که با گروه فدایان اسلام، حزب ملل اسلامی، حزب متلفه اسلامی و در واقع کارنامه این گروهها را اگه نگاه بفرمایید اکثرا در واقع فعالیت های تروریستی از قتل نویسنده و نخص وزیر بگیرین تا انفجار رستوران و غیره و بنابراین این چیزی است که این افراد شروع کردن و طبق کتاب های خودشون که منتشر کردن مثل تاریخ سیاسی ایران و غیره تمام اینها زیر نظر خمینی بوده و با اطلاع و آگاهی خمینی و حتی مثلا مشهورترینش سازمان مجاهدین خلق است که از بطن نهزت آزادی متولد شد و تمام ش... سازمان ها و گروه های سیاسی شرکت کننده در جنایت و مکافات 57 در ایران بلا استثناء همگی حامی حرکت تروریستی مسلحانه بودند و الان اگر آزادی خواه شدن اون به خودشون ارتباط داره ولی در